به نام خدا جلسه 12 آموزش زمان خام شروع میکنیم. این جلسه میخوایم درباره موضوع خیلی مهم صحبت کنیم تحت عنوان مینترد که من پروژهش رو میسازم. نه تقریبا بیشتر میشه گوه یه تریکه توی زاماری این که اگه ندونیمش ممکنه یه اکسپشن هایی بخوریم که اصلا ندونیم چرا داریم این اکسپشن رو میگیریم و کاملا کانفیوز میشیم و بخاطر همین لازم دوستم که الان مطرحش کنم. من اینا رو ببندم. ببینید اول یه توضیحاتی یاد بدم. زامارین خب هدفش اینه که روی پلتفرم‌های موبایل اجرا بشه نظیر اندروید و iOS و حالا مثلا میشه گوی UWP حالا پلتفرم‌های مختلف اجرا میشه ولی مهمترینش اندروید iOS. این حالا اندروید و iOS خودشون به این صورتن که اپلیکیشن که استارت میخواد بشه از سطح سیستم عامل یه دونه ترد درخواست میکنن و سیستم عامل بهشون برمیگردونه و اپلیکیشن روی اون تک ترده که اسمش مین ترد حالا مثلا بهش میگیم یا مثلا بعضی جاها یو آی ترد هم میگن بهش و اسم مخالفی داره ولی تو زمانی تحت عنوان مین ترد میشه میشه و کل اپلیکیشن روی مین ترد قراره که اجرا بشه. اما بعضی جاها جایی که ما میایم ایسینک ویت مینویسیم مثلا مینویسیم async task مثلا یه چیزی یا مثلا یه کاری بکن اینجا مثلا بیاییم چرا اینجوری شد چون مثلا await میکنیم یه چیزی یا مثلا task.delay بعد این مثلا یه کاری برای خودش انجام میده یا API یا مثلا کال میکنه بعد جوابی که برامون گرفت به اون برمیگردونه. نکته کسی اینه که وقتی که ما میایم حالت آسنکرون یا حالت نامتقارنش استفاده میکنیم اینه که از مین ترد خارج میکنیم و میگیم آقا شما برو روی تسک دیگه. حالا ممکنه تسکت روی همچنان رو همون ترد بشه ولی در کل بیایم که از مین تردمون جداش میکنیم و خوبی که این کار داره اینه که همچنان UI اپلیکیشن ما ریسپانسیوه و قفل نمی کنه. مثلا اگه یه دکمه داشته باشیم که قراره برامون API رو کال کنه اگه حالت غیر آسنکرون بنویسیم دکمه قفل میکنه، کل اپلیکیشن قفل میکنه تا این بره کارش انجام بده، بره دیتایی رو بگیره و بیاره به ما تحویل بده و این واسه کاربر مناسب نیست که یو آی برش قفل بشه. به خاطر همین ما میایم به این صورت می‌نویسیم. اما نکته کسی اینه که همینجا هم اگه حواسمون نباشه ممکنه که کارو کلا خراب کنیم. به چه صورت؟ من میام یه توی اینجا اینا رو برش میدارم یه باتن میذارم مثلا دو مثلا something یک کلیکت هم بهش میدم کلیکت بعد یه هیچی همین بعد یه لیبل میذارم یه ایکس نیم update think مثلا label بهش میدم و یه activity indicator رو مثلا میذارم is runningش false باشه is visibleش true. یه name هم بهش میدم مثلا loading indicator. خب این تا اینجا ای کار. حالا میخوام که چیکار کنم. میام زیر اولین درستش منم اسمشو درست کنم
on do something button. شما میتونید از همون اسم استفاده کنید، من دیگه عادت کردم باتن رو اینجوری می نویسم، یعنی آن فلان چیز کلیکت، به خاطر همین دیگه نمی کنم میکنم. اینا فلان کاری نداریم، میخوام که چیکار کنم. برای باتنی که روش کلیک شده رو میگیرم، هم دیزیبلش کنم اول. باتن به چه صورت میگیرم؟ میگم که حالا خودشم آورد، ولی میگم که سندر رو میخوام، ولی میدونم که سندرم یه باتنه، پس کستش میکنم به باتن. حالا باتنمو دارم، میگم که بیا then.isEnabled و فعلا فالسش کن، نتونه دیگه روی دکمه بزنه. بعد loading indicator is running، running رو ترو کن. بعد بیا حالا اینجا میخوام از روش آسنکرون استفاده کنم. به چه صورت؟ اینا ایسینکش میکنم، اویت میکنم، حالا یه تسکی رو میخوام همینجا ران کنم، تسکی دات رانه. خب حالا بیا اینجا، مثلا اینجا کارمون رو اینجا انجام بدیم. یه فورک، یه فور مثلا میذارم، اینت آی از 0 تا 5 برو، قرار اون لیبل رو برای من آپدیتش کنه. بعد await dot task await task dot delay میذارم مثلا هر یک ثانیه. بعد شما بیا لیبل اسمش چی بود؟ این رو دات تکستش رو بذار آپدیت جای. خب پس هر یه ثانیه میاد یوهای برای من انتظار دارم، حالا فعلا ران نکردیم ببینیم چی میشه. انتظار دارم که برای من بیاد، اول نوشته باشه اپدیتینگ یک، بعد دو، بسه، بعد همینجوری جلو بره جلو. خب تسکم رو نوشتم، حالا میام لودینگ اندیکیتور ایز رانینگش رو فالس میکنم و باتنم هم ایز اینیبلش رو ترو میکنم. اجرا میکنم. خب اپلیکیشن رو اجرا شروع روی دکمه میزنم. ببینید درجا به من اکسپشن داد و کرش کرد، میگه که android.util.androidRuntimeException گرفتی. حالا مسیجش همینه only the original thread that created a view hierarchy can't touch its view. یعنی چی میگه؟ میگه که آقا شما فقط UI elementاتو از درون main threadت میتونی بیای اجرا کنی. به صورت دیفالت هم گفتیم که تمام کارها روی main thread اجرا میشه، ولی من اینجا اومدم گفتم نه، شما یه تسک جدید بساز، برو برای من یه فور اجرا کن. ولی داخل فوره دوباره اومدم رفرنس دادم به main threadی که الان دیگه ازش خارج شدم، گفتم که این لیبله رو اینو یا حالا تکستش برای من تغییر بده، جوابم اکسپشن میده و من نمیتونم این کار رو انجام بدم. خب حالا بیایم که بگیم که آه بعضی جا لازمه ما API مینویسیم، بالاخره کار داریم، لازمه که از مولتی تریدینگ استفاده کنیم یا مولتی تاسکینگ، چیکار کنیم؟ زمان اینجا یه چیزی رو واسمون ارائه میده که به کمکمون میاد. میگیم که main thread، زمان essential دوباره dot begin invoke on main thread. این از همون یه دونه اکشن بگیره که به صورت لامدا هم اونه میشه تعریفش. من هم اینجا دیگه اکشن نمیدونم بنویسم، اینجا
میگم که تنها جایی که من با یو آیم کار دارم اینجاست، جایی که میخوام تکست رو آپدیت کنم. شما بیا برو این تو. اوکی، حالا اجرا میکنم. روی دکمه میزنم، میبینی که داره یه دونه یه دونه دارم میره بالا و مشکل رو حلش کردم. ببینید الان یو آی من قفل نیست، چون این ایندیکیتوره داره برام میچرخنه، باتنم که خودم دیزیبلش کردم، پس مین تردم قفل نشده، دارم یه کار دیگه رو انجام میدم. از اون طرف جایی که دوباره با یو آی کار دارم، میام به مین ترد میگم که آقا این کارو برو برام داخل مین تردم انجام بده. پس این از این. حالا یه بست پرکتیسی هم کلن میشه براش نوشت که بگیم آقا if main thread dot is، بذارید بیام اینجا بنویسم، dot is main thread، یا اون کار برام انجام بده، do something در غیر این صورت، یا اونو برام توی مین ترت رو برام بیگین اینووکش کن و داخل اون برام انجام بده. بس پرکتیسی که حالا براش به کار میره دیگه. وقتی که اینجوری ما بنویسیم یه خیال خودمون رو راحت کردیم، میگم اگر مین ترت داخل مین ترت داره اجرا میشه کد، کار انجام بده، اگر نیست ببر توی مین ترت برای انجام بده. پس این کار هم میشه کرد. مثلا هم اینجا تستش کنیم ببینیم میشه. برش میدونم اینو بذارید کامنتش کنم، این همون دو سامتینگ منه. اجرا میکنیم. همچنان داره درست کار میکنه. حالا من بذارید یه بریک پوینت هم بذارم اینجا ببینم تو کدوم قسمت میره. خب حالا یه دونه سینا میزنم ببینید که این ایف اجرا نشد، یعنی آقا الان توی مین ترد هم نیستم. میگم خب اوکی بیا برو پس توی مین ترد برام اجراش کن. اینجا اگه بری دوش میگه ایز مین ترد رو برام فالس کرد، چون اومدم توی تسک دیگه دارم اجرا میکنم. اینم از این جلسه کوتاهی بود ولی خیلی کاربردیه، یعنی چون استفاده از مدل آسنکرون خیلی لازمه برامون، به خاطر همین باید ازش استفاده کنیم. حالا که بعد ازش استفاده کنیم نباید کارو خرابش کنیم دیگه. ما میخوایم به یه پرفورمنسی برسیم، از اون طرف نمیخوایم که کارمون کلا خراب شه اکسپشن بگیریم. خاطر همین مینترت برامون این کارو انجام میده. اصلا نباشید، خدا یارا نگهدار.